هزاران سلام و درود به حماسه عاشورای مجاهدین، شعله شرف ملت ایران در برابر هیولای ارتجاع، الهام بخش همیشگی سنت مقاومت به هر قیمت و فدیه و فدای خاص مسعود برای آزادی. سلام بر فرمانده موسی، آن گرد بی ترس و بیم، و سلام بر اشرف، مادر عقیدتی من، راه گشای رهایی زن مجاهد خلق و افتخار زن ایرانی. اشرف شهید شد، اما نامش حاکمیت آخوندها را می لرزاند، از شهر اشرف تا هزار اشرف. هزاران سلام به آذر رضایی، محمد مقدم، مهشید فرزانه‌سا، عباس علی جابرزاده، ثریا سنماری، تهمینه رحیم نژاد، طه میرصادقی، فاطمه نجاریان، شاهرخ شمیم، ناهید رفعتی، حسن مهدوی، محمد معینی، کاظم مرتضوی، خسرو رحیمی، مهناز کلانتری، حسن پورقاضی، سعید سعیدپور و حسین بخشاور. درود بر همه آنها و سلام بر همه زندانیان دلیری که در شکنجهگاه‌های خمینی و لاجوردی به خاطر ادای احترام به پیکرهای اشرف و موسی و یارانشان شکنجه شدند یا به دار آویخته شدند. درود بر همه آنها. راستی از آن روز تا امروز کدام مجاهد خلق و کدام هوادار مجاهدین است که از صمیم دل آرزو نکرده که در زمره شهیدان عاشورای مجاهدین باشد؟ و کدام ایرانی مشتاق آزادی است که از جانفشانی اشرف و موسی با تحسین و احترام یاد نکرده باشد؟ نبرد جانانه اشرف و موسی و مجاهدین همراهشان صدای پرتنین مجاهدین بود و هست که در برابر دیو ارتجاع بر سر موضع خود ایستادیم و تا آخر می ایستیم. هفت سال بعد خمینی جلاد جلادان دستاموز خود در هیئت‌های مرگ را مأمور کرد که مجاهدین سر موضع را شناسایی و حلق‌آویز کنند. مجاهدین بر سر موضع خود ایستادند و هزار هزار اعدام شدند. و حالا ما در امتداد همه آن حماسه‌ها فریاد می‌زنیم که ما بر سر موضع خود ایستاده‌ایم تا روزی که ملت اسیر ایران آزاد شود. در روز 19 بهمن من در پایگاهی در یکی از خیابان‌های تهران بودم. در آن موقع 24 ساعته به وسیله صامت پیام‌های بیسیمی مرکز سپاه و کمیته را گوش می‌کردیم تا از تحرکات آنها باخبر شویم و بتوانیم حملاتشان را خنثی کنیم. ولی چند ساعت قبل از حمله معمولاً به خصوص در حملات مهم سکوت بیسیمی برقرار می شد و اون شب، یعنی چنین شبی نیز چنین شده بود.
معلوم بود که دستن در کار حمله هستند که تمام دستگاهشان پشت آن است. حمله را از شب قبل با ایجاد چند حلقه محاصره در اطراف پایگاه موسی و اشرف تدارک دیده بودند و در نیمه های شب حمله رژیم شروع شد. به فاصله کمی پایگاه های مختلف مطلع شدند که خانه موسی زیر ضرب پاسداران قرار گرفته و بلا فاصله نقل و انتقال ها را آغاز کردند. باید خانه ها و پایگاه هایی که احتمال می رفت رژیم از آنها سر نخی داشته باشد تخلیه می شد تا ضربه گسترده تر نشود. به هر حال تا حوالی ظهر بخش زیادی از بدنه تشکیلات ما در تهران از شهادت اشرف و موسی با خبر شده بود، ولی بیرون از ما هنوز کسی اطلاع نداشت. تا اینکه شب رادیو و تلویزیون رژیم خبر را پخش کردند، بسیاری از مردم در سراسر ایران آن شب اشک ریختند. اما تصویر پیکر اشرف و چهره پرصلابت موسی که از تلویزیون پخش شد برای همیشه در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شد. این صحنه یکی از مهمترین تصاویری است که مجاهدین با آن شناخته می شوند. موسی گفته بود حرکت ها و رسالت ها و تولد های بزرگ با درد ها و رنج های بزرگ همراه است و قاعدتا ما هم به عنوان انقلابیون موحد به هرچه که در راه خدا و خلق به ما می رسد خوشنودیم. بله، چنین بود که سنگ بنای مبارزه و پایداری مجاهدین در برابر خمینی گذاشته شد. سنگ بنای از جنس پرداخت بیچشم داشت. سنگ بنای از جنس صداقت و یگانگی و از جنس وفا و ایمان و فدا. هر حماسه‌ای در قلب و کانون خودش از یگانگی و فدا و رهایی و پرداخت یکسویه ساخته شده است. به همین دلیل هیچ وقت کهنه نمی شود و در هر زمانی و هر موقعیتی جلوه تازه‌ای دارد. من بارها به شما گفتم که هر سال در بزرگداشت وقایعی مثل عاشورای مجاهدین به درک تازه‌ای از این روزها و از این حماسه ها میرسم. و امسال قبل از اون داشتم به روز 19 بهمن فکر میکردم که راستی اون روز چه گذشت و امروز برای ما چه دارد. با همین نگاه میخواهم الان به شما بگویم که از خودگذشتگی مجاهدین در 19 بهمن امروز چه معنایی دارد. به نظر من این پیام پرداخت بیچشم داشته است. ممکن است شما آن را هزاران بار شنیده باشید، ولی منظورم حرف نوعی است. در بحث‌های ایدئولوژیک همیشه این اصل را تکرار می‌کنیم که به پیروزی چشم نمی‌دوزیم. آنچه همیشه مد نظر و دستور مبارزه ایدئولوژیک ماست آرمان است و لاغیر. شأن والای شهدای 19 بهمن همین است که بی چشم داشت و بی شکاف و بی تردید پرداخت کردن را برگزیدند. آنها این انتخاب را کردند و این چنین به اوج رسیدند. مجاهدینی هم که در همان روزها، در همان روزهای سال 60 بعد از شنیدن خبر شهادت اشرف موسی با این خبر مواجه شدند، انتخابشان دقیقا همین بود. الان که به اون روزها فکر میکنم
حقیقتا روحیه، ظرفیت، عزم و جسارت مجاهدین در آن زمان ستایش انگیز است. راستی چرا؟ در حالی که مجاهدین چنین ضربه خورده بودند و به خود میپیچیدند و همگی باز هم در معرض شهادت بودند، آنچنان برانگیخته و در اوج بودند. راز آن چه بود؟ راز آن این بود که پرداخت بیچشم داشت را در سر لوحه خود داشتند و از طرف دیگر به این پشت گرم بودند که کسی هست که این راه پرشکوه را ادامه می دهد و مجاهدین را به سوی آینده رهبری خواهد کرد و این خونها را زنده نگه خواهد داشت. چرا آنها می توانستند در چنین مدار بالایی حرکت کنند؟ و چرا به اوج قله ایمان رسیده بودند؟ به این دلیل که هرگز به خودشان فکر نمی کردند و پرداخت بی چشم داشت، یعنی همین. مجاهدین امروز که عده‌شون در همون طوفان و طوفان‌های اون روزها حضور داشتند، قطعاً که سطح ایدئولوژیک و تشکیلاتی اونها و همچنین سطح سیاسی سازمان و جنبششون بسیار بسیار با اون روز متفاوته. همه خوب میدونین که راه‌های دشوار زیادی را طی کردند و طی کرده اید. قتل عام سال 67، پایداری اشرف و کشتارهای ده شهریور، 7 آبان، 19 فروردین، 6 و 7 مرداد، بله، همه اینها را پشت سر گذاشته اید. پس حالا باید 100 بار بیشتر و برانگیخته تر با ابتلاعات امروز روبرو شوید. آزمایش امروز مجاهدین با آزمایش های قبلی از 19 بهمن گرفته تا هجرت بزرگ بسیار بسیار متفاوت است، اما روح، جوهر و گوهر یکیست و همان است که در عاشورای مجاهدین به صورت الگو و سرمشق در آمده است، یعنی پرداخت بیچشم داشت تا هر کجا که لازم باشد. این آن شعار مجاهدین است که بیش از 51 سال است آموختند و هر زمان اوج جدید و قله جدیدی را در می نوردد و امروز این بر عهده مجاهدین است که ابتلاعات این زمان و قله های این زمان را فتح کنند، آن هم به یمن اون خونهای پاک که ریخته شد و ما امروز به بزرگ داشت آنها نشسته ایم. خواهران و برادران عزیزم، امروز من در سالروز عاشورای مجاهدین در بین شما هستم و از این بابت امروز رو بسیار بسیار ارج می‌گذارم. در بین کسانی که مدافعان و پرچمداران ارزش‌هایی هستید که از همین امروز و از همین امشب، یعنی شب 19 بهمن خلق شده است. راستی اثرات 19 بهمن چیست؟ درباره قدر و شأن اشرف و موسی و یاران اونها و اهمیت نبرد و مقاومت اونها، اگرچه که هرچه بگوییم کم است، اما اگر این واقع انقدر بزرگ است و از نظر آرمانی چنان جایگاهی دارد که نامش عاشورای مجاهدین است، پس نمیتواند فقط واقعی باشد که مربوط به تاریخ گذشته است، بلکه باید تلاش کنیم که دریابیم که پیام امروز عاشورای مجاهدین چیست. این از خودگذشتگی و این تابلو، اون هم این تابلوی باشکوه، بر روی مبارزه برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی چه تأثیری داشته و چه تأثیری دارد؟
حماسه پرشکوه بر روی خود مجاهدین چه تأثیری داشته و چه تأثیری دارد، بر روی جامعه ایران چه اثری داشته و تاریخ معاصر ایران چه چیزی را از این حماسه گرفته و شکل داده. آنچه در سال 60 واقع شد سمبل پاکبازی نسل مجاهدین و به طور خاص فداکاری و مایه گذاری شخص مسعود بود، منافع شخص خودش که همون منافع سازمانش بود، چون در رأس این سازمان قرار داشت اون زمان، اون رو کنار گذاشت و قاطعانه مصالح عالیه مردم ایران رو ترجیح داد. خوبه در اینجا این حقیقت رو هم یادآوری کنم که موسی، سردار موسی، خودش با درک عمیق اون شرایط نقش اساسی در انتقال مسعود از تهران به خارج کشور داشت. حتما همه شما صحبت‌های سردار رو در نواری که همون زمان از تهران خطاب به مسعود فرستاده بود و تحت عنوان صدای سردار چاپ شد رو شنیده یا خوندید. دلم میخواد دوباره تکرار کنم در اینجا براتون که گفته بود که من و بچه‌های دیگر هر روز که می‌گذرد به اهمیت وجود تو در خارج بیشتر پی می‌بریم و از اینکه در برابر مخالفت‌های تو تسلیم نشدیم و تصمیم به عزیمت تو به خارج گرفتیم خوشحالتر و راضی‌تر از پیش هستیم. بله، همین تصمیم که در اون موقع مرکزیت سازمان و مشخصاً خود موسی با اصرار زیاد اتخاذ کرد بیانگر سطح ایدئولوژیکی مجاهدین بود که توانستند نقطه رهبری کننده سازمان رو که سرمایه و حاصل خون و رنج طولانی جنبش بود حفظ کنند. یادم هست که بعد از پرواز مسعود از تهران به پاریس هر مجاهدی دچار این لحظه شد که موسی و مسئولان سازمان چه کار صحیحی کردند که مسعود رو فرستادند، و این لحظه شادمانی هر مجاهدی بود و لحظه آزاد شدن انرژی‌هاش، اون هم برای جنگ صد برابر در مقابل تشخیم خوناشام. برگردیم مجدداً به بحث 19 بهمن. بچه دوم این حماسه اون چیزیه که از فردای 19 بهمن خلق شد، یعنی عاملی که این حماسه رو پرآوازه کرد. البته که بزرگی کار اشرف موسی و جانفشانی اونها، اون هم در اون مدار عالی جای خود، ولی اون چه همین حماسه رو موندگار کرد صاحب این خونها یعنی خود مسعود بود. 19 بهمن این جایگاه عالی و درخشان رو پیدا کرد از یک طرف به خاطر فداکاری اشرف موسی و یارانشون، از طرف دیگر به خاطر اینکه پرچمدار و حافظی چون مسعود داشتند. اگر نه کم نیستند قهرمانانی که در تاریخ همین یک قرن گذشته ما از یاد رفتند و در طوفان‌ها و در تلاطم حوادث ماندگار، حوادثی که ظاهرا خودشون ماندگارن ولی اونها و خونهاشون به تدریج محو شدند. وقتی اشرف و موسی شهید شدند در اون لحظه بسیاری از مردم برانگیخته شدند و بسیاری اشک ریختند. واقعیت اینه که 19 بهمن پرتوی از عاشورای حسینی بود که مسعود اون رو به عنصر الهام بخشی برای مبارزه و پایداری مجاهدین تبدیل کرد. اگر رهبری و درایت شخص اون در مبارزه علیه رژیم، اون هم در یک مرزبندی قاطع و بی امان با هر جنسی از ارتجاع خمینی نبود و به خصوص اون رو در پرورش نسلی بر اساس صداقت و فدا به کار نگرفته بود،
امروز آخوندها همه این خونها و رنجها رو پایمال می کردن. 19 بهمن البته که می توانست خاطره بسیار عزیزی باشد که با همه عظمتش به تدریج محو شود. این واقعی است. ولی مسعود قدر و جایگاه آرمانی اون رو به همه از جمله به خود مجاهدین شناساند و اون را به یک سرمشق ماندگار و به یک الگوی مبارزه با رژیم ولایت فقیه تبدیل کرد. وقتی که رژیمی این همه غدار، وحشی، فاسد و ضد بشری است، تنها پاسخ مقاومتی است با روح و جوهر 19 بهمن و فدایان. پاسخش مقاومت به هر قیمت است. پاسخش درس فدا و صدق است و پاسخش وفا و ایمان است. پس عاشورای مجاهدین یک تضاد اساسی را در تاریخ، فرهنگ و جامعه ایران حل کرد و اون پایداری و مقاومت به هر قیمت و همچنین یک پایه‌گذاری یک سنت و مش، همچنین چشم‌انداز رهایی بخشی در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه. این رژیم هیچ وقت از درد بی‌ثباتی و عدم مشروعیت خلاصی نداشته و نخواهد داشت. این منشأ و سرچشمه مخمصه رژیم است که نمیتواند کمترین قدمی به سمت استحاله و اصلاحات بردارد، چون اثر همین خونها، یعنی اون تنفر انباشته جامعه ایران، اون تنفر فشرده شده جامعه ایران، مثل یک سیلاب طغیان می کند و بنیاد این رژیم را از جا می کند. حالا برگردیم مجدداً به خود مجاهدین. چی شد که صدق و فدا سرلوحه مجاهدین قرار گرفت و پایه و مایه روابط درون مجاهدین شد و باعث شکوفایی تشکیلات اونا شد؟ اگر این حرف ها فقط درس های اخلاقی بود و یادتون باشه اگر فقط مباحث نظری بود، از دهه ها و صده های پیش از ما فلاسفه و متفکران بسیاری بودند با بحث ها و کلمات بسیار زیبا که این حرف ها رو مطرح کردند. اینکه صدق و فدا به مکانیزم ماندگاری و پیشروی این جنبش تبدیل شده به این دلیل است که حاصل رنج و خون و همچنین حاصل قیمت دادن مستمر، یعنی خون جگر است. هر مجاهدی از این روز الهام میگیرد، برانگیخته می شود و خود را برای فدای بیشتر از قبل آماده می کند، برای گذشته بیشتر و برای محکم کردن و صمیمی کردن هرچه بیشتر روابط خود با سایر کسانی که هر کدامشان بازماندگان و پرچمداران و ادامه دهندگان راه همین شهیدان هستند. بنابراین تا اینجا به صورت خلاصه بهتون گفتم که پیام عاشورای مجاهدین برای نسل‌های مجاهدین و هوادارانشان این است که بر سر موضع انقلابی و آرمانی خود ایستاده اند و البته در فرازی به مراتب بالاتر باز هم ایستند تا روز آزادی ملت اسیر ایران. حالا مجاهدین رو به اشرف شهیدان و سردار آزادی موسی خیابانی میگویند آن آرمان بالا بلندی که شما سر بر آستانش نهادید
امروز 100 بار فروزانتر و درخشاندر پیش روی ماست و ما نسبت به همه آنها و نسبت به همه آن دورانها 100 بار متعهدتر، برانگیخته‌تر و خروشانتر برای تحقق آن آماده ایم. سوگند می‌خوریم که این خونها را فراموش نکنیم تا انتقام آنها در روز آزادی مردم ایران، در میدان آزادی، در جشن آزادی مردم ایران گرفته شود. با این تعهد به پا می‌خیزیم و برای احترام به اشرف موسی و یارانشان و 120,000 شهید از جمله یاران شهیدمان در اشرف و لیبرتی 1 دقیقه کف میزنیم. امروز شما ای مجاهدین، چشم تاریخ، چشم مردمتون و چشم شهیدانتون، بله چشم همه شهیدان به شماست، به شما که چطور دست در دست هم سازمانتان را گرز آتشینی می کنید که بتواند کار رژیم ضد بشری استبداد مذهبی را یک سره کند و او را سرنگون کند. آنها به من و شما نگاه می کنند که چه می کنی و چه می کنید. عزم و ایمانتان تا کجاست؟ چه تعهدی بر می داریم و چه تعهدی بر می دارید؟ به سوگندها و پیمانهای من وفا می کنیم یا نه؟ و آیا برای طوفانها و نبردهای بزرگ آماده اید یا نه؟ آیا حاضرید؟